من سوبکی آمدن سودا را بردن. کلا دستمال هم یادتان رفته چی رقم؟ این کلا مربوط کلا نوبرجه سردار نواب جوارخان است. اینی خانه احمد شاه. برام یاد خدا هموطنهای عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و وزای ما که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون گزارش های ما را همیشه بیننده هستین. آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم، سلامم برتان برسه. به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. امروز باز هم کابل بارندگی است، برف میباره. بعد از چند روز، البته بعد از تقریبا 1.5 هفته، باز هم در کابل برف میباره و بسیار یک هوای دوست داشتنی و این رحمت خداوندی چقدر دوست داشتنی است که ما شما هر وقت از این لذت میبریم، از باریدنش و هر جای چقدر مقبول میسازه. به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. ما به ناحیه هفتم شهر کابل هستم، به منطقه نوبرجه چهل ستون. امروز خواستیم که بیایم و یک گزارش از اینجا داشته باشیم برای شما، کسایی که گفته بودن از ناحیه هفتم، از نوبرجه که ما چند سال است البته در خارج زندگی میکنیم و میخواهیم که یگان تصویر شبی بینیم با کسایی که اینجا زندگی میکنن، در چی حال و هوا و فضا هستن، با اونا هم گفتن گپ بزنیم که ما بفهمیم که در اون منطقه چی تیر میشه، چی میگذره. اما قبل از اینکه بریم به طرف نوبرجه، چیزهایی که اینه مرا جلب توجه کرد که واقعا خیلی وقت میشد که من همی طرف نامده بودم، اینی معانی هایی که چقدر به مقبولی سرک اضافه شده، مقبول ساخته. این موانی ها که داخل از این اگر گل باشه، خب میشه که گلم اگر در این باشه چقدر مقبول معلوم میشه. بعض نشانه های ترافیکی که مثلا از اینجا یک کس میتونه که طرف سرک تیر شوه، این چقدر خوب است. و در پالوی از این شما اینی نما را ببینین، تصویرش ها چراغای سر سرک سولاری و برقی است که از طریق هفته اول زمستان است که نیست، اما از طریق سولار نمیشه، از طریق برق میشه و بسیار اجاره مقبول ساخته. اینه ببینین زباله دانیا، یک دانه هم نیست که تا به اون طرف 1, 2, 3, 4, 5 که حساب بکنیم 20-25 دانه زباله دانی از دینیمی قسمت و چوکی های سنگی. باور بکنین با دیدن این چیزا من خیلی خوشحال میشم، یعنی وزن میگیرم که در وطن ما دوباره بازسازی میشه و این قسم یک مقبولی در اینجا است که شما میبینید. خب پشت سر اینمی سرک نوبرجه است که ما اونجا خواد رفتیم، گپای خواد داشتیم، با یک نفرم تماس گرفتیم، یکی از بزرگایی که در این نوبرجه است که اونجا امرایش گپ خواد زدیم. اما قبل از او شما این بلند منزله ببینید چقدر مقبول است. اگر تصویر شرشاد جان بر شما بگیره،
و یک دیکور و دیزاینش این منطقه را چقدر مقبول ساخته. امروز دیگه اما قسم که گفتم برباری است در سرکا بسیار کم کم موتراس نیرشد و خوب یک فضا و هوای دوست داشتنی هم است در پولیش. یک چند دانه تکسی همینجا است، همین تکسی وانا در بین بیا بیا نه اینجا بیا کمکت گپ بزنم. خب السلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جان تانجور است، بیا قول خوب بتین باز گپ هم نزدین. خیر چطور هستین؟ صدتان خوب است. امی در جایی که میگن رفتی امرو یک بزرگ هم بوجه گپ بزن ها، چون اول از کلان هست. خوب هستین؟ صدتان خوب است. بخیر هستین؟ خدمت کارکنان آریانونوز و آریانیا و تمام دوستانی که در اینجا هستن تقدیم میکنم. قربان بخیر و سلامت باشی. بیا خیلی کمک اینجا استاد چیم که اثر سرک ها میتره باشیم که باز ما را ملامت نکنن. درست. بیاین شما میتره بیاین که تصویرهایتان بیاید اگه این خوادم به دیدنتان به دیدن شما آمدیم. شما هم دریور هستین؟ بله. تاکسی دارین؟ بله. کاربارتان خوب است؟ دیگه هم خوب بگویم هم نه، چون که دیگه فعلا نیست تو کاروبار درست، چون تا که وقتی می امارات اسلامی آمده گرچه که امنیت خوب است ولی کاربار یک ذره ضعیف شده. امی دلار هم خانه پایین آمده، تیل هم ارزان انداختی؟ تیل ما تا به حال دمو 80 انداختیم، لیتر 80، یعنی 83 بود فکر که سیر خطا تخفیف آمده کم شده، تو زیاف تخفیف زیاف نامده دیگه، تو زیاف مردم میگه ما قیمت خریدیم با قیمت مفروشیم، اگر دلار باز یک رفع بالا برشت قیمت ها دوشن بالا میبرم. خب یه خیر باشه، بخیر و سلامت. ای همه قسمی که ما استاد هستیم پشت سر رشاد جان کس طرف چلستون میره سرک؟ این همی سرک که رفته و این سرک طرف خیلابات گفته میشه دشت دشت چلستون به حساب گفته میشه. دو سرکی نو هست دیگه، دو سرکی نو دشت پدولک گفته دشت پدولک یک دو جای دگام میره نه؟ قلعه فتو خیرابات گفته میشه، قلعه فتو خیرابات که بازو مربوط نایه هفت نمیشه میشه؟ میشه تو نه خطا می سنگ نوشتر نه خطا می ساخر سرک مربوط نایی هفت میشه. خیر باشی. ای ازگاهی است که شما طرف شار میرین نگه؟ شار در هر طرف که باشه مشکل نداره، فقط در بس اینجا من ما هر طرف که برابر شاه میرین. خیر باشی. بازار موز برواری زگه که کسی نیست یا از بیرو بار معروض هم اتر هست هم تو خوش که خالی است مزیش نمانده نی. بیرو بار نیست؟ نیست. بخیر و سلامت، تشکر از شما، بخیر باشین. شما چطور؟ بخیر باشی. بخیر باشیم. شما هم بخیر باشیم. قربانه. بسیار تشکر. قربانتان. خوش و خوشحال باشید. تشکر. خیر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بخیر باشید. خب. همین بازاره. نوبرژه. یک رقم تو. خوش که خالی اونجا یک نانبایی است. اونجا هم کسی نیست یک نفر که نان بگیره. و خب بیایم دیگه که خیر اگر کسی نیست دیگه مستقیم بریم طرف نوبرژه. چی گفتی؟ رشاد؟ یا بریم طرف دکاندارا؟ بیایم که از اینجا تیر شیم اگر کسی بود خود. شما خوب هستین کاکا؟ صدتان خوب است؟ مزاحم خونه هستم؟ چطور هستین؟ شما خوب هستین؟ کاروبار خوب هست؟ شکر از خدا مهربان است. بخیر و سلامت. در این سایه نوبرژه چطور است؟ کاروبارتان خوب است؟ شکر از خدا مهربان است. میگذره چیزی قسمت روزی باشم میشه در. خیر باشی. جایی که گرم است؟ خوب است خوب است. از این طرف دیدم هیچ کس مشتری هایی سو دیده نمیشد. خو ایتور است که یکی برباریست زمستان است، برباریست مردم از خانه نمیبره، کم کم است، از خوب زیاد از خانه نبره آمده نفر. من سبکی آمدن سودا را بردن نگه. سبکی آمدن مقصد یک چیزی سودا خدا میره بانست شکر است. در ایسای نوبرجه چلستون بیربار میباشه نیباشه؟ دریورا گفت فرازم تو خوش خالی است. والا خوب است خوب نسبت در
وقتای سابق کم است دیگه. خو طبعاً برباری از زمستان است، مردم هم کم اقتصاد است. وقتا یک مردم یک تفریج پارک بود دیگه، بود این منطقه میبر آمدن، حالی و قدر کم است دیگه، نسبت به سابق کمتر است. خو بازم امنیت خوب است، خوب است، فضل خدا، شکر از جان. بخیر و سلامت. اینا چای خو میگیرین والا؟ چای تان خو بیخی آماده است؟ آماده است، چای داده میتونه میتونه بیادر. بخیر و سلامت، شکر که خوب هستین. آرام باشه بیادر. شما هم تشکر که آمدین، از توجه مردم که مردم پرسان میکنین. از امروز گفتیم بیایم اگه اول تانه. خداوند خیر بده، برکت بده بیادر. آرام باشه. بسیار تشکر، قربان. اینجا بیشتر امروی باشکی موتر تیر شده که ما نفتیم. اینجا دیگه نوش دیوار نوبرجه است تا به اون قسمت که شاید معلوم شده برتر، دیوارهایی که پخصهی است، پخصهی میگن نه؟ که همون نفر گفته بودن او دقیقا در جای بلند کی پخصه را پراندنه. بسیار جالب است که اما وقتا بر دیوال که جور میکردن بسیار برش زیاد میماندن و هم دیوال پخصه ای دیگه، پخصه ای دیگه. خب حالا یک ذره یک مدرن تر شده نه، گادر و سپل میگن چی میگن سیخ و نه، بسیار گپا داره. خب به هر صورتش بیاییم که ما هم همه قسم آستاستا میریم داخل نوبرجه، شما هم در قدم زدن های ما به عنوان گزارش قبول بکنین و در پالی از این موزیک هم با تصویرهای خیلی زیبا از این نوبرجه چلستون هم ببینیم. کدام چیز ما چم گفتن؟ یک ذره یک غبار است، شاید تصویرها رو نتانیم که سعیتر داشته باشیم. خب به هر صورتش بیاییم که بریم و داخل نوبرجه چهل ستو. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما از منطقه نوبرجه چلستون هستین. دیگه اشتباه خو نگفتم، نه منطقه نوبرجه چلستون یا نوبرجه چلستون که خالی نوبرجه چلستون میگن. خب رایشم از این می طرف است و جالب چی است که دیوارایی را که میبینین پشت سرم همه قسم مانده دیگه، یا را نه پس جور کردن نه پس بازسازی کردن و اینمی رقم دیوالایش هم تا خرابه که مانده و دروازه نوبرجه هم از اینه میجست نه؟ بیاییم که بریم. اصل دروازه نوبرجه چلستون از اینه میجست دیگه. اینه میجه یک کاکو هستم باش میخواییم گفت زنیم. السلام علیکم، صحت شما خوب است؟
بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ خوب هستین؟ فامیل، دوستا، رفیقا، من خوب هستم. قربانتون زنده باشین. خوش اومدین بسیار زیاد که با قلای سردارها نوبرجا چتو یاد بودی کردین که اومدین. قربانتون شما بخیر و سلامت باشین. ما خوب پشتین، ما تو جای دیدنی و مقبول، اما خیر است که یک ذره که تو بغل بغلش یک ذره خرابه شده. خام خاکش هم از بوسیدن از کی میاز برام. قربانتون زنده باشین. چطور که برآمدین؟ قربان شما، ما خب بعد از مصروفیت های دولتی فعلا متقاعد هستم و مصروفیت های خانه برای بعضی وقتهایی که میبراییم یک منصور جایی که داریم برای خاطر سرگرمی و رفع ضرورت های خود همینجام سرگرمی یک غرفه که جور جور کردیم و همونتو برامنیم و دید و وادید کنیم. گفتیم باش که پیشتر غرفه که چی حال از برف باری هست نیست چی رخی ماده قربان تنسان این کنجا استاد شایم سم سعیدم زیر برف که خوب سعید تر شایم. بخیر باشین. خوش نمیتون. بخیر باشین. کلاه دستمال هم یادتان رفته چی رخم؟ والا امی آب و هوا ما را یک زرک تار تازه می سازه دیگه. مای سابق فرقش تا حالا چقدر؟ آه به واقعیت شدم. شما خب مردم های دوران روغن زرد رو نیفهم چی والا روغن زرد چی می کنی که اگه قصی روغن زرد کنم شاید بسیار مزدار خوب بگم. امی خلاصه بگویم ما را از نمیجه تا اون شار پدرم می برد و به خاطر روغن زرد به پای می رفتیم. یک موتری گپا نبود، وسایلی گپا نبود. اونجا که می رفت روغن زرد همه کلوله از مابین مشک میکن باز می خورد. آیا این روغن صاف است یا نه؟ بعد از او باز این برای ما می خرید. باز از اونجا پس در سر شانه خودم برو روغن زرد که 1.5 سیر یا 2 سیر وزنش بود باز تا نوبرجه رفت تا قلای سردار یا خانه خود می آوردیم. این روغن های سابق است، یعنی مرد قدیم اما تا استخوانش هم پخته و قدیمی باشه می باشه. مثل که خودش هم پخته است. بله ها پخته است. از اون پخته هایی که پخته دیگه تجربه های زندگی را که دیدن خوبی خیلی پخته است. بله ها. خیر باشین. شما در اینمیجا زندگی میکنید؟ بله تقریبا اگر بگویم تان از 3 پشت بگویم 4 پشت بگویم یک 50 سال نیست، 100 سال نیست، 200 سال تا پدر کلان ما همینجا در نیم قلا در نیم جای زندگی بسته. چند پشتتان نمیجا زندگی کرده؟ حالا زندگی کرده یکان 6 پشت بگویم به میسابه قدیمی که مردم ها اینجا در این نوبرجه چلستون زندگی میکنن و ما اولادی اونم مردم هستیم تا به حال. چطور از حال هوای فعلی منطقه؟ ای برف، برف پاک نکدین؟ هنوز نشیشته؟ بله قدر برف زیاد نشده که پاک کردنی باشه. باز پاک میکنیم حتما دیگه. بخیر باشین. سابق خانه اینجا پخته نبود نه؟ این قسمه را که شما فعلا میبینین حالی از اون سابق بتر شده. سابق بسیار یک جایی بسیار همطور به سبک قدیم، به روش قدیم اما چیز اینا پیشتر خوبتر بوده که یه طور دروازی بسیار قدیمی بسیار داشتن. دروازی بسیار وخیم تقریبا یک وخیم بودن از این تقریبا 50 سانتی یک پلی از این وخیم بودن بزرگ بود. چوبی بوده از ملقای زنجیری قلف بسیار کلان قدیم بسیار انداخته می شد. از طرف شب اینجا پیره‌دارخانه بودن باز عسکرها این را قائم می کردن تا صبح هم صبح را که اجازه می شد باز می کردن. جالب همی بود که چطور در نوبرجه چلستون دروازی آینی خویی را بسان ساختن بگیر؟ این را دیگه باز از سر جنگ ها و گپا تنظیم ها و خوشابهلشان با سختاندن در دادن و بالاخره حال ما فیلیش جور کردیم آینی برش نو برج داشته دیگه. نو برج داره بلیا پیردار هم داشته دیگه این رقم خونه اگر براتون یادآوری کنم که از این قسمت اول برج که دور میخوری تا به این قسمت امی برج که نزدیک هم میبینین این 4 طرف از این پیردار خانه بودن. گشت و گذار از این میگشتن به خاطر اهمیت همین قلا در زمان های بسیار قدیم اینجا مردم های بسیار مقتدر آدم های بسیار رسیده آدم های بسیار با فهم و با درک و با احساس بودن زندگی میکردن اینجا دیگه. اول دیگه فعلا کسی نیست دیگه ویرانه شده یک ما ماندیم همی خانه و همی جای نگاه کردیم. برو شکر کمی شما خواست زنده باشین. تشکر. بخیر و سلامت باشین. همه قسمی که استاده هستیم در روبروی ما مسجد شریف سردار صاحب نواب نواب عبدالجبار خان نوبرج چلستون امار توسط خداپرستان و فرمایش سردار وحیدالله نوابی سال تاسیس 1396 با آجی صاحب سردار وحیدالله ما گپای خود داشتیم بعد از گپای خودت چون یک
تماس گرفتیم امروش امروز نام گپای می داشته باشیم و دیگه بسیار زیاد تشکر بسیار خوش شدیم که شما را دیدیم زنده باشین با عزت باشین حالا دیگه خب گفتین که مصروف یگان کاروبار هستین سابقا هم در حکومت کار میکردین قربانتون فعلا در این منطقه هستین دیگه آدمی ان شاء الله بخیر دیگه خیرتی زما دیگه قرار به قراری سخت امجا آرام بارم فعلا مسئولیت از طرف شب حتی دروازه قائم میشه دیگه بخیر کلگ ساعت از خاطر حالا بسته میشه دل جمع خاموش قرار که از با پایان تا بالا شده نمیتونه دیگه مسئولیت خلاص دیگه بخیر سلامت باشین امی ساخت و ساز خانه ها خب پیشتر هم گفتم که طابق خامه بود دیگه حال پخته شده حال به حال هم باسازی میکنن یا بعضی کسا دوست داره که به شکل سابقش باسازی اون سابق خره که دیده بودین اکثر بسیار خوبی بوده از یک خانه که را داشت تا به مخانی آخر کل ارتباطات قومی بود یه تو فرق نمی که کی خانه است کی از او از خانه است کلش یک شکل بود اول خانه را تقسیم بندی شده بر کدام امرا و سه و اندازه و خود گرفتن و تقسیم بندی شان خانه های خود جور کردن مردم های از هر طرف آمدن اینجا اصل مردم سردارها و نوبرجه که یک ما ماندیم اکسم سردار تای ویزیان کنه و سابقه دار همی ما و همی دو نفر هستیم دیگه متوقعی کلگی متوالی هر طرف رفتن به ولایت ها خارج رفتن بله خارج از یک درشان فروختن زدن این مسجد سابق خامه بود دیگه باز نده 96 آنه باز سابقه بیاده این دو سال میشه که ایمار شده مجددن توسط همی دوستای قلا کردن باز تخریب شدن باز یک کسی از بنام یک کمک کننده بود یک شخص همیجا بسیار خیراندیش بود همیرا برای کمک عوام رسانده و سردار صاحب ایجان قسمت زیاد از ایره با سازی و پول از ایره لطف و مرحمت کرده که حال فعلا تشکر قربانتان بخیر و سلامت باشین شاید من دیگه در این مسجد پنج وقت نماز هم الان وقت نماز اما که اصلا بچه ها درس و قرآن شریف میخوانن مردم ها میان به نماز پنج وقت نماز خوانن ادا میکنن و دعا بق شما میکنن که خداوند آرامی و سعادت بتیتان و خوشبختی مردم بیچاره و مظلوم ما شما آرام باشن خداوند بسیار تشکر زنده باشین خوش باشین کار خدمت نیست زنده باشین امروز آواده بده ببینم اینو برجا گفتیم اول شما را بگیریم اینا قصه خوبم کردین زیاد زیاد تشکر قربانتان سی خوش قدم ما رو رنجه کردین تا اینجا با ما بخیر باشه بخیر باشه تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما هستین قسمی که دیدین ما امروز در منطقه نوبرجه چلستون آمدیم و اما قسمی که شما گفتین که از این منطقه یک گزارش بسازین که ما بفهمیم که مردم این منطقه در چی حال و هوا هستن کسایی که دوکان دارن کسایی که در اینجا زندگی میکنن ما هم آمدیم پیش یک مرد بزرگی که سال هاست در این منطقه زندگی میکنه خواستیم که او گپای را که ما نمیفهمیم سن سال ما خب او وقت هیچ تولد ما نشده بود که چی گپایی که در این منطقه بوده و چی گپایی که شده پیش این مرد بزرگ اول خب میخواییم خودش معرفی بکنه و دوم نخواستیم که ما این طرف و طرف کتش بگردیم بخاطر از این که برف است عمقه کردیم که از این داخل خانه بیرو کشیدیمش که ما بازم معذرت میخواییم آی صاحب سلام به شما خسته نباشین بسیار زیاد تشکر سلام علیکم سلام به شما سلام به دوستا امروز برای ما افتخار است که راجع به یک قسمت وطن ما که تاریخ راسی تاریخ قدیمی داره شما آمدن راجع به اون صحبت میکنن معلومات میخواین ما اسم ما سردار وحید الله نوابی هستم فرزند سردار حفیظ الله نوابی نواسه سردار عبدالله نوابی که هفتم میرسیم به نواب جبارخان این قلعه مربوط قلعه نوبرجه سردار نواب جبارخان است که برادر ارشد امیر دوست محمد خان بود و یکی از مشاورای ارشدش بود انسان بسیار فهمیده با خدا امانتدار که حتی انگلیس هم راجع به
معرفت نواب جوار خان در جنگ اول جهانی نوشتن که این شخصیت ازی بسیار برازنده بود و در جنگ همی لحظه یادم رفته که قماندانش بود و اونجا رو موفق شدن. این حال اینجا از فامیل نوابی، از فامیل نواسه های نواب جوار خان فقط سه خانه مانده، یکی ماستیم و یکی دیگه سردار عبدالهادی خان است که در قسمت غربی نوبرجه زندگی میکنه، یکی دیگه هم به قسمت جنوبی است نوبرجه که نامش امانجان است، بچه کاکای آقای احمد ولی غزل خان، شاهنشاه غزل، که همینجا خانه شان بود. اون شما میبینید اون دو منزله کار دو منزله است، یک منزله بود. این همینجا اونا به موسیقی شروع کردن که من خودم یادم هست و برشان پردای هرمونیه را برشان پکا میکردم، کتی یک دست خود تبله میزد، کتی یک دست خود پرده. چقدر جالب، چقدر خدا از او دوره خاطره داشته باشین. و جالبی که امی احمد ولی و هنگامه یک وقت شهرت داشتن. آه دیگه امی احمد ولی را میگن درست؟ بله، احمد ولی شاهنشاه غزل را میگن. بسیار عالی. کسی نیست دیگه که احمد ولی را نشناسه، نه؟ بله. کسی نیست که صدایش نشنیده باشه. در افغانستان اینا یک دفعه آمدن، احمد ولی، احمد ظاهر، استاد سرهنگ، اینا به نظیر هستن. فکر نکنم پیدا شو، خدا خودش میفهمه. ببخش امروز لتا منگیشکر هم فوت شده سن اندازه 92 سالگی، چون ما خودم و اونه را دوست داریم، زندگی را دوست داریم، علاقه داریم به اونا. بسیار جگر خون شده ما از آوازهای فرخاطر. بخیر و سلامت باشه نوابی صاحب. دیگه همه قسمی که گفتم یکی از کسایی است که دینمی منطقه از همون سالها که گفتن یک سه فامیل مانده که خودشان گفتن کیا بودن. و از هنر و هنرمند گفتین، از این سابقه در اینجا بدون احمد ولی کسی دیگه هم از هنرمندای ما زندگی میکرد در این نوبرجه چلستون؟ زندگی نمیکردن، اما به یاد خودم هست که استاد نینواز، خدا مغفرتش کنه، شخص بی‌نظیر بود، جوره نداشت و اون پیدا نمیشه. و پدر استاد سراهنگ پیش بی بی کلان می آمدن، پیش بابا جان می آمدن. نینواز، آقای نینواز اینجا به خانه احمد ولیشان می آمدن پیش پدر جان فضل احمد نینواز، فضل احمد جان نینواز، که پدر احمد ولی دگروال پلیس بود، قماندان های نو ژاندارم غزنی، قندهار، دایکندی و جاهای دیگه بودن. یکی از شخصیت های بسیار برازنده بودن که اونا همینجا زندگی میکردن. بخیر و سلامت. شما در جریان گپای ما و نوابی صاحب میشه که تصویرها رو هم ببینین، بخاطر از اینکه برف است. اگر ما و نوابی صاحب قدم بزنین کالا نفتیم. نه نمفتیم، بفرمایید میخواین بریم اون طرف؟ میریم. اگر رشاد جان بگه که باز ما کدام طرف یک چهار قدم بزنیم که برای دوستام یک تصویر. یک چیز دیگه که بر ما یک رقم تو گنگ است، برای شاید برای بسیاری کسا هم گنگ باشه، این که اول خب پیش از یک سر نوبرجه بیم، امی چهل ستون، چرا چهل ستون میگن نام از امی چه رقمی است؟ اصلا چهل ستون در زمان سلطنت امیر حبیب‌الله خان به وجود آمد. سابق نام از قریه به نام قریه هندکی بود. هندکی دو شاهزاده هند که با وقتا و گذشته ها اینا امپراتوری داشتن، اینجا آمدن انتخاب کردن یکشان اینجا. اگر شما متوجه باشین دمی قریه چاردی، دمی چاردی زمین، تمام اکثریت پادشاه ها یک جایگاه بر خود ساختن. مثلا تجدید تپه تاجبیک، قصر دارلمان، قصر چلستون، باغ بابر، اینا کلش از تاریخ ها، از شاهنشاه ها و از پادشاه گذشته ما شماست. این نوبرجه اصلا به نام قریه هندکی بود. یکی از روزهای قصر چلستون یا نوبرجه؟ قصر چلستون. به نام چلستون چرا یاد میشه حالا؟ ای اصلا قریه به نام هندکی بود. اما ای قصر چلستون در زمان شاهزمان سدوزه بنیانگذاری شده بود و ای به نام هندکی بود تا بالاخره حبیب‌الله خان آمد روز جمعه نماز جمعه را هم داد برای مردم قریه چلستون. مردم خواست، گفتم مردم اینمی خواه یک نام اندوگیست هندکی، همینه چرا نامشه به چلستون نمیونه. همین قصر چلستون سر چل دانه پایی که ستون میگفتن دستان لغتا میگن، دستک یا ستون میگن، بسیار عظیم عظیم بود. چل دانه سر ازی
زمین ساخته شده بود 40 دانه ستون بلند 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 بله. باز وقتی که امیر ایبولا خانی گپ زد باز قبول کردن دعا کردن به نام 40 ستون شد. از اون موجه دیگه نام 40 ستون 40 ستون شد. حالا هم پیگان حق میگن که 40 ستون میگن این ستون ها از کجاست؟ آ ستونایش بردن دیگه. چی ماندن؟ چی ماندن در وطن که اون نمانه؟ او را هم بردن. یعنی باور کنن من سال 2001 کابل آمدم خانه ما نزدیک قصر چلستونه. من اینجا می دیدم که موتورهای بسیار لکس لکس قماندان ها و وزیر صاحب ها جنرال صاحب ها می آمدن. بعضی اثار از این را می دیدم که میکنن میبرن. گریه میکردم چیز کرده نمیدونم. خیر با سلامت بیایم که ما تا قدم زده بریم. امی دروازه هم پشت سر ما میبینین اینمی دروازه است که داخل نوبرجه میشیم دیگه. بله. داخل نوبرجه میشیم و دیگه گپی که از چهل ستون خوب پرسان کردیم اینال بیایم رشاد جان متوجه باش که نفتی خیر است اگر تصویر ما مشکل خلق میکنم ما را ببخشین دیگه. اینال آمدیم سر نوبرجه. بله. این حالا بازم سوالم تکراری نشه که چرا نوبرجه را نوبرجه میگن؟ نوبرجه اصلا نوبرج داره داشت. البته اکثریت برجه نظر به حوادث تاریخ و حوادثاتی که خود ما به دست خود آوردیم، وطن خود تباه کردیم، خراب کردیم، در بدر مردم خود ساختیم. قدمی تعمیر نوبرجه چهل ستون هم به مو رقم مثل مردم خود واره مثل دیگر واره خراب و تکت تکه و پرچه و زخمی شد. حال برج از سابق که بود چند برج ازی زندگی میکردن. طرف جنوب نوبرجه چهل ستون داخل نوبرجه چهل ستون اینجا بندی خانه ها بود. اتاقا از قسمت دروازه برج طرف جنوب شروع الا آخرش برج جنوب غربی جنوب غرب تا اینجا کلش بندی خانه شان بود. سر دیوالا کدام زمان است؟ در شروع خاندان محمد زایی امیر دوست محمد خان زایی سر دیوارا شوانه چیزا خوامه شد گاردا گارد داشتن خوامه شد و تیرکش ها داشت دیوالای ازی یک قلعه بسیار پر عظمت بود اما متاسفانه کال روز به روز خراب شده و میره آقای رهین هم روی ما وعده کرد که استملاک میکنیم پس جور میکنیم اما نامش فهم یک چیز دیگه ای که اگر تو بگویم که قدامت تاریخیش به کدام سالا برمیگرده تو تخمینی اگر بگویم اگر دقیق نمیشه ما امی لحظه خوما درست فکر نیستم کمک ساعت هم خونه زافزه هم درست کار نمیکنه میتونن خودتان امیر کالکولیت کنن دوره ای 20 سال 40 چند سال داود خان او را بسنجن باز دوره خاندان محمد زهیر باز صدوزای ها باد صدوزای شاید که بیشتر از 60 نه زیاد ما فکر کنم که در حدود 100 140 سال شد 100 140 سال ما 60 میگم تو مثلا خورده از کم میبینم ما هم فکر شاید ما هم اشتباه کنم اما خب خیر به هر حال قدامت تاریخی هست به من اندازه ما دوستا و عزیزای ما که در نقطه جهان هستن خداوند با عزت داشته باشیتان وطنتان را فراموش نکنین و هر کدام از شما یا خیش قوم همسایه داشتن ببینین این روز سر هیچ کس نمیمونه تیر میشه اما شما براتون در آینده تان در روز آخرتتان شما براتون خزانه میسازن کمه زیاد نه که شما هزارها روان کنین 100 روپیه 50 روپیه بسیار مردم ما با حالت خراب زندگی میکنن ما ازتان خواهش میکنم منای زمینیش سفید ما ببینین خیش قوم وطندارتان کمک کنین بلی از خدا کمک کنین که مردم بسیار ضرورت دارن قربانتان بسیار زیاد تشکر از شما نوابی صاحب گپایتان بسیار شیرین از دورای خودت دیگه ایجا کسی نمانده باشه گفتی یک سه فامیل بود که ما هستیم یکی دو تای دیگه را گفتیم اینی خانه بیشتر که خانه آوازخان محبوب کشور ما را نامش گرفتیم شاهنشاه غزل آقای احمد ولی که امو یک شعری هم که کمپوز شده که دیگر بر نمیگردم ما کویمشتم یک گذر بود را نمیگردم که من هر دفعه که میخوانم در امریکا هم بودم گریه میکردم اینجا آمده گریه میکردم تصویر شکنم راستی که یک خواندن هست که صدق میکنه برای اون وطن حالا خود تغییر آمده دیگه او وقت دیگر رقم خانه بود او وقت دیگر رقم بود دروازه دیوالای پخصهی میگفتن کلوخی و وقتی که آقای رهین اینجا آمدن به بسیار عصبی
طبیعت مرا گفتن که چرا این مردم مندی که کنکریت آباد کردن. من گفتم آقای رئیم، من صلاحیت ندارم برای ازی که وارث فروختن جایی ها بخونم. شکل سابقه میخواد پخصهی میخواستن که جورش بکنن. بله، اون میگفت هر کس که خانه بسازم آقای نزی باید پخصهی بسازم. اما بخیر و سلامت. حدودا چند سال در این منطقه زندگی کردی؟ من همیت تولد شدیم 28, 29 سال، 11 سال کانادا بودم، 18 سالم امریکا بودم و در سال 2001 پس آمدم کابل که 21 سال میشه، 21 و 22 میشه 43، 37 سال، 28 سال در خارج تیر کردیم، یک کلش اینه میجه کلش همیجه بودم. یک خانه دیگه ما داریم که پشت قلاز اونجا باغ ما خانه ما یک تقریبا یک 8-9 سال اونجا وقتی که نامدم از امریکا اونجا زندگی کردیم چون این خانه خراب بود. خانه رو دوباره بسازی. خانه رو دوباره بسازی کردیم. بخیر و سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. همه گپا را گفتیم، چیز باقی نماند. تشکری میکنم. کدام گپی اگه داری کمره تلویزیون آریانا در خدمتتون است. قربانتان، سلامت باشین وطندارای عزیز. چلستون یکی از قریه های بسیار مشهور و مقبول و زیبای خود است و تمام باغ‌ها در قریه چلستون از قبیل میوه‌جات درخت های توت بود که شما ببینید همه چیز بود. اما متاسفانه روز به روز نظر به ازدیاد نفوس زمین های زراعتی کم شده رفت و بالاخره به نابودی رفتن که روز ما به این قریه چلستون نگاه کنیم شاید بسیار یک قسمت کم از زمین زراعتی مانده باشد. مردم آمدن اینجا کوچ کردن، خانه خریدن، دوانه های کوه خانه ساختن آمدن. یک کلمه راجع به شاه امان الله غازی میگم. شاه امان الله غازی وقتی که جوان بود همون روزی بود که اینا آمدن که قریه نام قصر چلستون پدرش تغییر داد. تصادف این قصه ایست که ما از چند تاری سفیده قریه شنیدیم. اونجا یک زیارت است به نام میشه رسول ها، من میشه میرم احترام دارم برشون. روز اونجا سفیده قصه میزنه میگه یک آروسی بود، آروس داماد ببخشید داماد سر از سوار بود. امان الله خان که تو پدر برادر ها و کاکای خود آمده بود که خیست امان الله خان رفت جوان داماد از جیب خود یک چند تا پام کشید ایره داد. ایره داد یا آمد پس همین یک چهار تاری سفیده شده بود. گفت ایچی کاکاگی میکنی؟ ایچی کاکاگی؟ گفت برو استقلال تا بگی از انگلیس. گفت این زنمی قریه ما گفت 14 نفره، 14 تا جوان گفت سرش انگلیس برید. گفت تو وطن زیر چیز اون از امو وعده شد که امان الله خان خیست تصمیم گرفت که باز زن از دست اقلال گرفت. و مردم چلستون دقان هستن، سنگتراش هستن، معمار هستن، نجار هستن، مامورین دولت عالی رتبان دارن، سوی جنرال ها و دکترها زیاد است. به هر حال امان الله خان امی سنگکاری قصر چلستون و تپه تاج بیگ و دارالامان و هرگه مردم چلستون سنگکاریش تراش کردن به دست خود. باز امان الله خان به افتخار مردم چلستون یک منار ساخت، یک منار ساخت در سر کوه رو بروی یک منار دیده میشه از این طرف قصر چلستون. دو تاست، یکی یک سبزنگ است موش او از او است اون که یکی دیگه او طرف است سنگیز. او بسیار بلند بود، ما 10 نفر 12 نفر بودیم جوان ها که رفتیم اتو بغل کرفتیم دست ما نرسید. او را امان الله خان به افتخار سنگ تراش های چلستون ساخته بودن. اما قماندان صاحب های دوره مجاهدین او را نشان گرفتن پرخچه پرخچهش کردن. یک قسمت کم شما بیاییم از اینجا بگذاریم. کارهای بسیار خوبی کرده. بسیار بسیار خط آهن امان الله میده یاد خودم امان خط آهن از قسمت دارلمان شروع شده بود تا شاد شمشیری ولی مردم میرفت تا شاد شمشیری ولی پس میمانه. و افسوس مردم افغانستان یک کم تالی ندارن. بسیار مملکت زیبا داریم، هزار نگاه میوه ما، هوای ما، غلجات ما، لبنیات ما در دنیا نیست. اما ما یک سرپوش نداریم، اما غیر خداوند ما کسی نداریم، اما ما او را داریم. امید نیست. بسیار زیاد تشکر قربانتان. بسیار خوش تشکر از شما جوانا، افتخارم هستن، سرمایه دولت هستن. فقط بیشتر هم گفتم حالا براتون میگم قناعت داشته باشین، صبر داشته باشین،
و همیشه راست باشه، چون راست خداوند دوست داره. خداوند شما را سر مکم نشه. شکر، زنده باشین. ما با خدمت هر وقت خواسته باشین ما با خدمت هستیم. راستی یک گپ دیگه هم یادم رفت، مردم چلستون با میمون نوازی و غیرت خود جوری ندارن. بدون شک کنم. تشکر وطندارای عزیز از اینکه بیننده گزارش ویژه ما از نوبرج چلستون یا هم منطقه نوبرج چلستون از ناحیه هفتم شهر کابل بودین. ما دیگه در این گزارش امروز قدم هم زدم، با دریورام صحبت کردم، با یک دکاندارم صحبت کردم و دپالی عزیز با دو بزرگواری که از گذشته های دور در این منطقه در نوبرج چلستون، وقتی ما میگیم نوبرج چلستون که چهار طرفش نوبرج داره، خب گپی است که در داخل از این خانه های بسیار مفشن است که دوباره بازسازی شده، بسیار مقبول ساختنش هم، بعضی هم که از سابقه خانه هایشان خراب شده باز دوباره بازسازیش کردن که به شکل بسیار خوب و دیدنی. ما هم در این گزارش امروز خواستم که این فضای دوست داشتنی را بر شما به تصویر بکشم و با بعضی کسایی که صحبت کردم در اینجا، امیدوار هستم که این گزارش ما طرف توجهتان قرار گرفته باشه یا هم خوشتان آمده باشه. تشکر از اینکه بیننده گزارش های ما هستین، همیشه در چینل یوتیوب آرینا تلویزیون. نظریاتتان هم در پایان ویدیو با ما شریک بسازین. مرم یخ زده، بوتای من تر شده دیگه، امیدوار هستم که به عنوان گزارش این گزارش را قبول بکنیم. تا گزارش های بعدی، خداوند یار و نگهدار همه.